Vær så snill og trekk dere innenfor. Åja, du fyller jo det. Hva var dette? Se på hva den er hane. بیننده های عزیز، ما همکنون در جلوی ساختمان وزارت خارجه نروژ هستم. این ساختمان وزارت خارجه نروژ است و همون هم که از طریق رسانه هم شما حتما خبر شدین که جمعی از کثیر از افغانستان های مقیم نروژ اینجا جمع شدن که در مخالفت با این نشست سه جانبه ای که طالبا در نروژ برقرار کرده و به دعوت دولت نروژ اینجا آمدن اعتراض بکنن و برای دولت نروژ و همچنان برای جامعه جهانی بگویند که طالبان از طرف اکثریت مردم افغانستان قابل قبول نیستند و طالبان نمیتونه از افغانستان نمایندگی بکنه. طالبان گروهی است که در طول 20 سال، در طول 30 سال حداقل نشان دادن که به هیچ ارزش انسانی باور ندارن و در طول 20 سال در رویارویی نظامی که با دولت افغانستان و در واقع با مردم افغانستان داشتن، اینا بیش از 200,000 نفر مردم افغانستان را قتل عام کردن و به حقوق زنان باور ندارن. از 15 آگوست و بعد وقت طالبان سر قدرت در افغانستان آمدن، اینا نشان دادن که به هیچ ارزش انسانی و به این دلیل مانند حقوق زنان و حقوق اقوام مختلف در افغانستان باور ندارن. با اونی که در سطح رسانه ها همیشه تکرار میکنن که اینا قرار است که کابینه یا یک حکومت همه شمول را که متشکل از تمام اقوام افغانستان باشن را تشکیل بتن، اما تا حال در عمل چنین کاری را انجام ندادن. ما میبینیم که در کابینه ایشان بجز از یک قوم از اقوام دیگر نماینده های واقعیشان حضور ندارن. الان هم اینها به دعوت وزارت خارجه نروژ را اینجا آمدن که قرار در طول 3 روز که اولین روزش امروز است، اینا در یک نشست شرکت بکنن که در اونجا در مورد افغانستان و آینده افغانستان صحبت بکنن. با اونه که وزارت خارجه نروژ در واکنش به اعتراضات مردمی که تا حال انجام شده نوشتن، بیانیه دادن که این گرد همایی یا این نشستی که به دعوت وزارت خارجه نروژ انجام شده هرگز به معنای به رسمیت شناختن گروه طالبان یا حکومت اونها نیست، فقط به خاطر این است که با اونها حرف زده شود، توافق شود که کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان تسهیل شود. با اون حال تمام کسانی که حداقل افغانستانی هایی که در نروژ هستند با این نشست مخالفت دارند و از روز جمعه تا امروز تعداد زیادی از هموطنان ما در شهر اسلو تجمع کردند و اعتراض کردند و از دولت نروژ و همچنان از جامعه جهانی خواستند که و میخواهند که دولت یا حکومت گروه طالبان را به رسمیت نشناسند تا زمانی که اونا ارزش های بین‌المللی را به رسمیت بشناسند و بهش احترام بکنند. شما مدو طرفی بین بهتر است. ما در شرف آغاز برنامه هستیم. برنامه هم قرار بود ساعت 2 شروع شود. مردم هم کم کم در حال آمدن هستند، اینجا تجمع میشه. با وجود سردی هوا، با وجود این که امروز روز یکشنبه هست، یک روز تعطیلی و روزی برای بودن با فامیل و خانواده و اینا، ولی مردم افغانستان به خاطر مردمشان، به خاطر کشورشان، به خاطر ملتشان که در تحت ستم طالبانی قرار دارن، امروز را آمدن در اینجا تجمع کردن تا اعتراض خود را در برابر طالبان همگانی بکنن. سلام دوستای گرامی. دوستای ما از یکشان اول دادن که برای هستن، به او خاطر یک چند دقیقه دیگه منتظر میکنیم. شما اگر یک متر فاصله داشته باشیم به خاطر کرونا و از این دو طرف یاره دور نرین. تمام مسیجایی که ما داشتیم به وقتایی که جمپرهای وستای زرد دارن و نیزنا گفته بینا که برای شما یک چیز میگه، لطفا او را بشنمین. تشکر یک جهان. و درجه در به مرور زمان سعی میکنیم که با شرکت کننده های این تظاهرات هم صحبت بکنیم.
خانم حمیده مرزاد شاعر و نویسنده افغانستانی هست که فعال حقوق زنان هم هستند. ایشان هم در این تظاهرات شرکت کردن. خانم حمیده میتونیم که بگوین که چرا در این تظاهرات شرکت کردین؟ باید اعتراض ما رو اعلام کنیم به نشست که هیئتی که از طرف طالبان آمده و تا اروپا به رسمیت نشناسه طالبان رو و مردم ما از این خفقان رو نجات پیدا کنیم. چرا به رسمیت نشناسن؟ در طی این مدت ما خوب درک کردیم و فهمیدیم که صلاحیت حکومت افغانستان رو طالبان ندارن، چون آزادی زنان رو از اونا گرفتن، به زنان به صورت زنان ما سیلی زدن و همین حال خیلی از زنان در بند هستن، حق تحصیل و مشارکت سیاسی رو از زنان گرفتن و این فکر میکنم دلایل کافی باشه برای اینکه ما اعتراض کنیم به حضور طالبان در افغانستان و همچنین در جامعه جهانی. تشکر شما. خانم آنیتا فرانس، شما به خاطر چی در تظاهرات شرکت کردین؟ من فرید صحبت میکنم، فارسی بلد. میگم اوکی. اعتراض من به حضور طالبان خونخوار با قوانین شریع لوش، تحقیر زنان، دزدیدن کودک از آغوش مادرش، تجاوز به کودک و کشتن هزاران انسان بیگناه در یک کشور تخت ستم اینجا بایستم. من بر طالبان و خیلی متاسفم برای این دولت، دولتی که اسمش پیس اند کانفلیکت پیس هست، ببخشید. و متاسفانه مراسم گفتگو در این کشور داره برقرار. چرا خانم آنی که خودش نرفت طالبان توی افغانستان چادر سرش بذاره بره با طالبان صحبت بکنه، بلکه امنیت وجود نداره؟ از پول اسکات من و شما با پرواز شخصی طالبان رو به نروژ آورده. متاسفم این تظاهرات تمومی نداره تا زمانی که مردم افغانستان در سرد به سر نبرن، در صلح به دوستی به سر نبرن. تشکر شما و از حمایت شما از مردم افغانستان. در اینجا شما اهل ایران هستین، چی مشترکاتی البته در قسمت همین مسئله بین ملت ایران و ملت افغانستان میدونید؟ قوانین اسلامی رو با پوست و گوشت خودم لمس کردم در کشور ایران. برای من انسان مرز نداره، افغانستان، ایران، پاکستان، نروژ هیچ فرقی نداره، ما همه انسان هستیم. نازنینان ما، کودک، زن بدون اسلحه، زن بی دفاع داره کشته میشه، تجاوز میشه. دنیا باید گریه کنه. این دولت باید خجالت بکشه. دولت آربیت پارتی، دولت استوره باید خجالت بکشه. واقعا متاسفم. مرگ بر طالبان. ممنون شما. بله، همون رقم که دوستان میبینین در اینجا تعداد شرکت کننده ها لحظه به لحظه بیشتر میشه و پوشش رسانه‌ای هم تا حال خوب است. ما میبینیم که در اینجا از تلویزیون افغانستان انترنشنال و همچنان از روزنامه های نروژی و از رسانه های دیگه هم در اینجا آمدن تا این تظاهرات را در واقع پوشش بدن. آقای احمد یاسر یک از برگزار کننده های این برنامه را در اینجا با خود داریم. درود به شما آقای یاسر. سلامت. هدف از برگزاری برنامه چی هست؟ هدفی است که خب در رابطه با امید حیات طالبا که اینجا به دعوت دولت نروژ آمده، ما در رابطه با او جمع شدیم و نارضایتی را که داریم را صاف و شفاف به اونا برسانیم که انحصارگرایی و تلاش بر سرکوب مردم نتیجه نمیده. ما صدای اعتراض خود به خاطر حقوق بشر، حقوق انسان، حقوق زنان، حقوق دخترایی که مکتب برن، بتانن کار بکنن و دستگاه سرکوب خاموش شد و مردم، ژورنالیستا، استاد دانشگاه، اینا هر کسی که با طالبان موافق هم نیستن بتانن در افغانستان جای زندگی داشته باشن. این انحصارگرایی یا وحشیگری نتیجه نمیتن، باید از تاریخ بیاموزن. دیگه تجمع شما میبینین، دوستا به ما احوال دادن که هنوزم در راه هستن، تعداد ما زیاد میشه. این تجمع در مخالفت با عملکردهای طالبان هست یا در مخالفت با عمل کردی در واقع دولت نروژ طالبا را در چین نشست؟ هر دویش. در قدم اول
ما می خواهیم بگویم که سیاست را که طالبا در پیش گرفته نتیجه نمیده و سیاستشان در کل سرکوب گرایانه هست. این هر کس با طالبا بود خوب، هر کس که با اونا نبود دیگر نظر ثانی نمیتونه وجود داشته باشه. ما در جامعه امروزی چنین طرز فکر درست و مناسب نمیدانیم، نه به خیر طالبان میبینیم چنین چیزی را، نه به خیر افغانستان و به خیر مردم. ما به این خاطر خیلی عامیانه میخواییم به طالبان بگویم که آدم شوین لطفا، به خاطر افغانستان دنیا را ببینین، حتی هر کشورهای همسایه را ببینین در چی سطحی هستن از رفاه و آسایش اینا. شما آمدین بیاشیانه گشتم خانه بخانه گشتم، بی تو همیشه باغم شانه بشانه گشتم، عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من، بی تو نمک نداره شیر و ترانه ای من، سرزمین من خسته از جفای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمند بی دوای سرزمین من، سرزمین من بی غمی تو را سرود سرزمین من، بی رنگی تو را سرزمین من، دوستان اگر صدا رو میشنوین لطفا این برنامه رو بازنشر کنید به صورت گسترده تا به مخاطبین بیشتر برسد. اگرچند هموطنان ما و شما در کشورهای مختلف دست به تظاهرات زدن، ما دیروز شاهد تصاویر از انگلستان، از کشورهای دیگر مثل کانادا اینا بودیم که هموطنان ما و شما در این کشورها جمع شده بودند، تجمع کرده بودند در برابر این اقدام دولت نروژ، در واقع اعتراض کرده بودند. هم که خدمت شما عرض کردم، این برنامه های اعتراضی پوشش خبری خوب هم نسبت به برنامه های قبلی داره، هم در طول چند روز قبل و هم امروز رسانه های مختلف هم از داخل نروژ و هم از بیرون نروژ آمدن اینجا تا این برنامه را تحت پوشش رسانه‌ای قرار بدن. سرزمین من خسته
ما اینجا گزارشگران از تلویزیون افغانستان انترنشنال، ایران انترنشنال با خود داریم. درود بر شما، ما یک از طریق لایو داریم پخش میکنیم. شما چرا برنامه از طرف افغانستانی ها در نروژ برنامه های مختلف گرفته شده بوده؟ چرا در برنامه های قبلی چنین پوشش را برای از این برنامه ها ندادین؟ و چی تفاوت بین این برنامه و برنامه دیگه است؟ خب این ما بوده پوشش دادیم، استقبال بوده پوشش دادیم، هر تجمعی که از موقعی که افغانستان از همه رو پوشش دادیم. این برنامه چی تفاوت با برنامه های دیگه داره که شما از افغانستان انترنشنل دیگه آماده حتما جواب سوالتون الان ولی ما یه لایف داریم. آره من آمادم. آره تی وی هم باشه. International Stilker og NATO og USA, ikke minst Norge som var med. I løpet av de årene vi alle som står her og hele verden har vært vitne til alle de grusomhetene som Taliban har utført i Afghanistan. I 2001 etter 11. september i USA invaderte مجتبا ناتو مسئول یک از برگزار کننده های این برنامه هستند که به زبان نارویجی صحبت میکنند تا برنامه را آغاز بکنند. فور کریگن مت ترور و فور دی طالبان ایشان در مورد 20 سال قبل حضور جامعه جهانی به شمول حضور نروژ در قالب جامعه جهانی به افغانستان صحبت میکنند، میگن که هدف از دخالت خارجی ها در افغانستان این بود که حکومت طالبا ساخت شد، همچنان افغانستان دوباره آباد شد. در این مدت تعداد خیلی زیادی از هم از نیروهای خارجی و هم از نیروهای امنیتی افغانستان به شمول مردم ملکی افغانستان به خطر رسیدن. اوگست 2001 بلدن ریرینگن سنبار تا تو تی اور بلستی سو هر عربی ایداغ وی الله ویت و طالبان ستور فور طالبان ایداغ ار ایک نوه فرشل فرا طالبان سنبار ای 94 همه ما میفهمیم در دی سامه فرق نکرده طالبان در دی سامه منسکریتی در سم ار بلی گروت بودن اینا همون کسانی هستن که هیچ باوری به حقوق بشر ندارن و در طول این مدتی که اینا افغانستان در تسلط خود در آوردن اینا جنایات خود را بر علیه مردم افغانستان همچنان ادامه دادن. سوری هر ایداب و هر منگس باشمول som igjen gjenstår å få svar på. Mange av de som har kommet til Norge og er i Soria Moria i dag, de står i svarte listen til FN og CIA. Så er spørsmålet, hva har vi drevet med i 20 år i Afghanistan? Var den krigen mot terror forgjeves? Var det riktig eller galt? Hvis det var riktig, så hvorfor har vi Taliban her i dag? Hvis det var galt, så må internasjonale samfunnet, NATO og Norge må gi unnskyldning til de som står her og til de uskyldige afghanere som er i Afghanistan i dag og sulter ihjel. De som står her, vi norske afghanere, de fleste av oss som er her er på grunn av Taliban, på grunn av deres brutalitet i Afghanistan. Selv jeg kom hit fordi Taliban hadde ikke, de lot oss ikke å være i fred og leve et normalt liv som alle ønsker, som hvert menneske i verden ønsker å ha et normalt liv og ha sine rettigheter. De spørsmålene som vi har, som vi må ha svar for. De norske skattepengene som er blitt brukt i løpet av 20 år i Afghanistan, var det forgjeves? De norske soldatene som ble drept i Afghanistan, var det forgjeves? Hvordan kan politikerne i dag
den norska regeringen se till ansikte till familjerna av de som har mistat sina kära i loppet av 20 år i Afghanistan. Vardagen kan deras se i ansikte på oss som är här, som har familjer i Afghanistan, som har mistat våra kära i Afghanistan. Vardagen kan de invitera våra mördare till Norge. Och så är spörsmålet. Vad är det som förhandlas bak lukkade dörrar i loppet av de nästa dagarna? Slik jag hörde i stad, journalister blir inte gitt adgång till att gå till Soria Moria och se vad som föregår bak lukkade dörrar. Så det är för oss afghaner och det må vara för hela mänskligheten, för norrmän, det må vara bekymringsfullt. Vad är det som föregår? Varför Taliban har kommit hit med norska skattepengar? Så idag är vi samlade här för att visa vår avsky till Taliban, till deras regimer. Och för att visa klart till norska myndigheter att de som har kommit hit, Taliban, deras brutala regimer, de representerar icke oss, de representerar icke vanliga afghaner som sultar ihjäl idag i Afghanistan. Våra barn i Afghanistan sultar idag. Taliban har sagt upp många tusen av de som jobbat i staten. De har icke lön, de har icke pengar. Och så inviterar norska myndigheter dem hit. Vad är det som föregår? Det må vi få svar på. Idag har vi en lång lista på folk som ska ha sina taler. Så jag ber alla om att visa att vi som står här, vi som är emot våld, emot diskriminering, emot trakassering, vi må visa att vi är ett gott exempel här. Så jag ber alla om att hålla roen i loppet av de nästa timmarna som är igen. Vi har fått veta att kanske någon kommer för att göra någon oroligheter här. Så jag ber alla om att hålla roen. Vi har politi runt här. Det är deras jobb. Och håller roen, så vi må träcka oss tillbaka hvis någon kommer och vill ödelägga för oss. Så det är någon praktiska ting som jag må också se. På grund av corona så må vi hålla en meters avstånd. Vi må bruka munbind under hela perioden. Også hvis noen trenger munnbind, vi har noen her som dere kan få fra oss. Hvis det skulle være noen spørsmål eller forslag til oss, eller ser dere noe som dere vil snakke med oss om,